مقتل بهشت و یعنی تمام شد. چی تمام شد؟ یعنی که دور مادر ما ازدحام شد. مقتل نمشت و یعنی تمام شد. برای شیعه غیور مادری برای مردنش بسه، یعنی که دور مادر ما ازدحام شد. یکی دوتا نبودن، چلتا چلتا ریختن سر مادر ما زهرا. اون ملعون با لگد افتتاح کرد، بقیه با طمع اومدن گفتن ما هم سعیم باشیم. وای مادرم، مادرم، مادرم. که بچه ی حضرت زهرا میدونه خودشو بگه. مادرم یعنی اهل شعرید، اهل کنایید، اهل روزید، تربیت شده دست بزرگانی مثل آقای احمدی اصفهانی هستید. یعنی رکوع پشت درش امتداد یافت. مادرم خم شد بچه‌ش رو حفظ کنه. بی شرف پی در پی لگد میزن. آقا به جدتون حضرت زهرا اینا را دارم میگم، پله پله جلو برم برا بیت سومش. از این جماعت مادری میترسم، با وجود این که من و تو داداش بعد 1400 سال از راه رسیدیم یه چیزی داریم میشنویم. شنیدن کجا با حسن و حسین میلرزیدن، علی زانوهاشو بخلی رفت. یعنی رکوع
پشت درش امتداد یافت، مادرم دیگه کمرش راز نشد. یعنی فدای سجده به پای امام شد. گفت تا من زندم نمیذارم کسی علی منو ببره. ریسمان بستن دارن میکشن. از جا بلند شد صدا زد فز علی کجاست. دوان دوان اومد تو کوچه، بنده کمر بند علی رو گرفت. چهل نفر از یه طرف میکشن. لباس علی پاره شد تو دست فاطمه، با دست دیگه گرفت. صدا زد قنفذ بیا. گفتم که برسم به اینجا. قنفذ برا من و توی شیعه بسته برا مردنمون. قنفذ به تنه فاتحه‌ای خواند و خنده کرد. یعنی که کار کشتن زهرا درد غریبه. فرمایشی که فرمودن بر درد غریبه مزمنش، مزمن یعنی همیشگی. بر درد غریبه مزمنش گریه کنید، بر چشم کبوده مؤمنش گریه کنید. ای قوم که گریه بر حسینش کردید، این بار برای محسنش گریه کنید. آماده دیگه. یک ساعت و خورده ای داری گریه میکنی، حسابی برا بی بی عزاداری کردی. منم با اجازه ی آقا تیر خلاص رو بزنم. خدایا گنج با گنجینم سو. من دارم روزه میخونم، او داره تو صورتش میزنه، رفیقش دستشو میگیره، خودش داره خودشو میزنه. برا مادرمون صحرا سلام الله علیه. کجا بودید شما مدینه؟ هر کی میرسید یه نفر نمیگفت نزن، همه میگفتن بزن. یه نفر نمیگفت نزن، همه میگفتن بزن. این آقا داره خودشو میزنه، این میگیره. اون که نمیگرفت میگفت بزن. چرا ایستاده تو هم بزن. اینی که آقا فرمودن، امام صادق فرموده است ما زالت بعد ابی ها معصبت الرأس، از شدت سیلی سر 90 روز درد میکرد.
بیبی با دستمال بسته بود. اما فرمود ناحلت الجس. حاجی بیا این بر من نشون بدم. ناحلت الجس. به این دختر موسی بن جعفر خودم مادرم رو دیدم. الهی شفاعتم نکنه دروغ بگم. خودم مادرم رو زهرا را دیدم. اینطوری بودم. لا منحدت الروک منحدت الان اینطوری لا حلت الجس یک چند به اون نگفت زن را کسی برابر شوهر نمیزند همه با هم ناله کنید همه روز خون باشید ای زهرا خدا میدونه با این اوضاع احوالی که شما دارید نمیدونم باید بخونم این دو بیت یا نه چرا که نه اصلا نه نه یار همون جور که فرمودن همه آرزوی ما اینه یه روزی توی روزه ای یه یا زهرا بگی یه یا حسین بگی این نفس بالا بیاد از قصه مادرمون دق کنیم و بمیریم چه بهتر امشب کنار حرم بیبی عنایت کنه همین الان ببره منو آی خدایا گنج با گنجینم سوخت میان شعله ها آینم سوخت بعدش من میشینم تو هرچی داد بزنی گریه کنی جا داره چنان مسمار جان بیبی بشنو چنان مسمار در قلبم فرو رفت چنان مسمار در قلبم فرو رفت که محسن گفت مادر سینم اجازه بده مشعل عوضش کنم چنان مسمار در قلبم فرو رفت که محسن گفت مادر حنجرم زو ای نور چشم با هر کی تا حالا گریه نکرده یه فکری برای خودش بکنه ها
ای نور چشم بابا، ای غنچه گلستان، ای آرزوی مادر، ای نارسید پرپر. کشتی مرا ز داغت، ای نارسید رفته از حرم داغت این دل، آتش گرفته تفده. برا بند بعدیش باید یه مقدمه بچینم، میخوام ببرم ات کربلا. بی کربلا نمیشه، بی کربلا بی نمک میشه. حضرت آیه احمدی، عظمت مصیبت بی بی رو هیچ کس درک نمی کنه. عظمت داغ حضرت محسن رو ما کجا میتونیم بفهمیم؟ داغ این آقا با دل مادر چه کرده فقط خودشون میدونن. من اون چه که تو عرف در بین آحاد مردم متداول دارم عرض میکنم، متداول اینه، عرف اینه. میگن مادری که بچه‌شو ندیده از دست میده راحت تر تحمل میکنه تا اون مادری که بچه‌شو بغل گرفته باشه، تا اون مادری که بچه‌شو شیر داده باشه. تا اون مادری که خنده‌های بچه‌شو دیده باشه، گریه‌هاشو دیده باشه، وای به حال اون مادری که قبقب بچه‌شو بوسیده باشه. من یه مادر سراغ دارم کربلا، جلو خیمه ایستاده حسین کی میاد؟ بچم رو سیراب کنه به من برگردانه. حسین، نه 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 نه، یا حسینی که برسه کربلا.